Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только... چرا ماشین جنگ ولادیمیر پوتین به کار افتاد؟ همیشه مردم قربانی جنگ طلبی ها و جنگ افروزی های یک عده قدرت طلب بودن. فرقی نمی کند چه دورانی، از چه زمانی، حتی زمان آفرینش انسان تا امروز، همیشه جنگ و جنگ طلبی بوده که عمدتاً بر سر منافع شخصی یا حزبی و چه بسا منافع ملی و منافع دینی بوده. اما امروز اوکراین بسیار متفاوت‌تر از روزهای دیگر این کشور سبز و میراثدار دوم شوروی است، کشوری که به واسطه سلطه‌جویی عده‌ای خاص امروز به میدان جنگ تبدیل شده و هر روز بر طبل جنگ کوبیده می شود. پافشاری های اوکراین برای پیوستن به ناتو و تهدیدهای پی در پی روسیه برای جلوگیری از پیشروی ناتو موجب آن شده که روسیه مردم اوکراین را قربانی منافع خود کند. البته جنگ در هر کجا که باشد جلوه خوبی ندارد، اما چشم آبی ها انگار کمی چون چشمشان رنگی تر است و موهایشان کمی روشن تر، حمایت های خصوصی و دولتی دیگر کشورهای قدرتمند و اروپایی را دارند. اما مردم در خاورمیانه و آفریقا باید هر روز قربانی بشوند، ولی صدای هیچ رسانه‌ای برای حمایت از آنها در میان نباشد. ماشین جنگ دومین قدرت نظامی دنیا بعد از سالها دوباره به کار افتاد. جنگ طلبی ها و نیاز برای حفظ قدرت موجب آن شده که امروز مرزهای اوکراین در هم شکسته شود و ارتش روسیه در پشت دروازه های شهر کیف، پای تخت اوکراین، قرار بگیرد و چه بسا هم به زودی متوقف شود و شهر سقوط کند. البته روس‌ها همیشه در دنیا به عنوان انسان‌های خشن و جنگجو توسط رسانه‌های خارجی نشان داده می‌شوند، اما با تهاجم روس‌ها عملاً به واقعیت تبدیل شد. از دلایل تهاجم روس‌ها را می‌توان یکی از مهمترین دلایل جلوگیری از گسترش ناتو و کشورهای غربی ضد روسیه به نزدیک مرزهای روسیه دانست، چرا که فاصله مرز اوکراین تا مسکو حدود 600 کیلومتر است و با موشک‌های میانبرد هم می‌تواند مورد هدف قرار بگیرد. از دلایل دیگر می‌توان انقلاب سال 2014 اوکراین و یا انقلاب رنگی نامید، چرا که سقوط دولت حامی روسیه در اوکراین توسط کشورهای نظیر آمریکا، انگلستان و آلمان انجام شد و به اوکراین قول پیوستن به ناتو را دادند. یکی از جالب‌ترین موارد آنکه آنگلا مرکل، صدر اعظم پیشین آلمان، در میدان اصلی شهر کیف قول حمایت 100% را داد. اما امروز نه آنگلا مرکل هست و نه کشورهای غربی که به داد مردم اوکراین برسند. البته دادن چند موشک ضد زره دردی از اوکراین در برابر روسیه دوا نخواهد کرد، چرا که روس‌ها هنوز از تجهیزات پیشرفته خود استفاده نکردند و از تجهیزات قدیمی حدوداً 30 سال پیش نظیر تانک‌های T-72 و تانک‌های T-64 و حتی جنگنده‌های سوخوی 25 که عملاً جنگنده‌های از رد خارج هستند استفاده می‌کنند. اما هنوز روس‌ها تجهیزات جدید خود را به میدان نیاوردند. تهاجم برای روس‌ها چند مرحله دارد که تاکنون مرحله 1 و 2 انجام نشده، یعنی میتوان شدت تهاجم را قلمداد کرد که روس‌ها هنوز به مراحل با شدت‌های بالاتر نرفتند. اما یک موضوع جالب‌تر آن که میتوان گفت هیچگاه جنگ اتمی بین روسیه و آمریکا در نخواهد گرفت، چرا که کشور سرمایه‌دارها عملاً اجازه نابود شدن سرمایه‌های خود را نخواهد داد، چرا که هر دو کشور را کارتل‌ها و سرمایه‌داران ثروتمند اداره می‌کنند. به نظر شما آیا اجازه آن را می‌دهند سرمایه‌دارها و قدرتمندان اصلی این کشورها که سیاستمدارها به واسطه
جنگ طلبی سرمایه آنها را نابود کنند، عملا هیچگاه این اتفاق نخواهد افتاد. به دلیل جنگ و رقابت روسیه و آمریکا تا حالا هزاران هزار نفر از بین رفتند، چرا که قدرت برای آنها مهمترین عامل پیشرفت است. عملا فروش تسلیحات به واسطه جنگ افروزی ها توسط روسیه و آمریکا یکی از پرسودترین صنعت های امروز در دنیا شکل گرفته. اما به یکی از جذابترین موضوعها بپردازیم. عملا روسیه قصد آن را دارد که به واسطه نیروهای چچن و چچنی هایی که به حمایت از روسیه به سمت اوکراین در حال فرستاده شدن هستند، جنگ شهری قدرتمندی را علیه اوکراین آغاز کنند. عملا اوکراینی ها در حال تلاش برای ادامه دادن جنگ در شهرها هستند، چرا که روس‌ها و نیروهای کلاسیک ارتش روس توانایی جنگ شهری خوبی را ندارند. اما چچنی‌ها توانایی بسیار فوق‌العاده‌ای را در بحث مربوط به جنگ‌های شهری دارند. آنها در سوریه بسیار عالی در جنگ‌های شهری علیه دولت سوریه، البته گروهی مخالف چچنی‌ها، شرکت داشتند و عملاً توانایی خود را در جنگ‌های شهری به دنیا اثبات کردند. از جمله موارد دیگر وجود نیروهای نیابتی که در حال ورود به عرصه اوکراین هستند. عملا با ورود نیروهای نیابتی مطمئن باشید که جنگی فرسایشی خواهد شد. حتی اگر کیف سقوط بکند، مطمئن باشید که اوکراین تا سالها روی آرامش را به خود نخواهد دید. از جمله دلایلی که بسیاری از افراد سعی می کنند روسیه را منصرف از جنگ با اوکراین بکنند، احتمال آن می رود که جنگ اوکراین به دیگر کشورهای اروپایی هم کشیده شود. البته باید حتما به یک طرف دیگر دنیا نظیر چین و تایوان هم نگاه کنیم. چین با نگاه کردن به روسیه در جنگ با اوکراین و رفتار کشورهای غربی سعی می کند که خود را برای حمله به سمت تایوان آماده کند. کشور چین نیاز به تایوان دارد تا عملا با چند سال سرمایه گذاری خود را تبدیل به قوی ترین قدرت اقتصادی و بعد از چند سال قوی ترین قدرت نظامی دنیا بکند. عملا چین با نگاه به رفتار غرب و مخصوصا آمریکا، ایالات متحده به همراه متحدانش نظیر کانادا، اروپا و ناتو، قصد آن را دارد که ببیند چه واکنشی توسط کشورهای غربی و حامی تایوان برای حمله به تایوان انجام خواهد گرفت. مطمئن باشید که هر جایی در هر نقطه از دنیا جنگ باشد، ویرانیش برای مردم و منفعتش برای قدرتمندان سیاسی و نظامی است. عملا تا بوده جنگ برای همه مردم در همه جای دنیا جز ویرانی و بدبختی و بیچارگی چیز دیگری نداشته است. امیدواریم جنگ چه در خاورمیانه باشد، چه در آفریقا و چه در اروپا، هر جایی که باشد به اتمام برسد. البته مطمئن باشید تا روزی که انسان زنده است، جنگ طلبی ها هم ادامه دارد. به انتهای ویدیو رسیدیم. اگر از علاقمندان موضوعات دانستنی های نظامی هستید، پیشنهاد میکنیم حتما مجله دارکوب را به عنوان یکی از بزرگترین مجله های دانستنی نظامی سابسکرایب بکنید تا از ویدیوهای آینده ما هم مطلع شوید. به امید دیدار و به امید روزی روشن خدا.